حاج آقا خیلی دوست داشت که بچه ها همدیگر را ببینند و دوران اسارت را زنده نگه دارند. می گفت این تجربه گرانقدر را در خودتان حفظ کرده و به دیگران هم انتقال دهید. زنده نگه داشتن دوران اسارت برای حاج آقا مانند روشن نگه داشتن شمع بود، شمعی که نور و گرما می بخشد. می گفت هر وقت که دور هم جمع می شوید این شمع روشن‌تر می شود. مثلا رجعی رفتش پیش فرمانده اردوگاه، گفت بابا اینا که نون نیست، اینا خمیره. اون نایب ضابط که ستوانیار ما میشه عراقی، به نام مشعل، به نام مشعل هم واسطه بود، هی به این میگفت اسکت قشمه، هیچی نگو قشمه. اینم به فرمانده میگفت نونا خمیره و نمیشه خورد. نایب ضابط همون افسر تقریبا امنیتی هم میگفت نه اینطور نیست، خمیر نیست. و حسن هم گفت نه خمیره. فرمانده اردوگاه گفت خمیره، برو بیار ببینیم چی. این می اومد، نایب ضابط عراقی هم پشت سرش میگفت قشمر لسوی فتشی، کاری نکن و الا. حسن رجایی هم به این مسئله هیچ اعتنا نکرد، اومد توی نونا گشت، یه دونه نون خمیر اونم خیلی درشت برداشت برد پیش فرمانده اردوگاه. افسر امنیتی هم اومد اونجا و اسمش مشعل بود، دید خب این نون خمیره بدن دست فرمانده اردوگاه براش گرون تموم میشه، از دست حسن رجبی گرفت، گفت این که خمیر نیست، همونجور درسته جلو فرمانده اردوگاه گذاشت تو دهنش خورد. بعد دل درد گرفت، به حسن گفت حسن یه پدری ازت در میارم تو باعث شدی من دل درد بگیرم. اتفاقا یه شب تو اتاق حسن آقا یه مسئله جزئی پیش اومد، ساعت 11 شب بدون اینکه به فرمانده اردوگاه بگه همین مشعل رفت کلیدها رو آورد، حسن آورد بیرون. نمیخوام قسم بخورم، در ظرف 10 دقیقه بدن این حسن رو با کابل اون چنان سیاه کرد که صبح اومد به ما نشون داد یه جای قرمز نداشت، همش سیاه بود. فرمانده اردوگاه میرسه میگه چه شده؟ میگه هیچی، این فلان کارو کرده و فلان کارو. بعد فرمانده اردوگاه سوال میکنه، میبینه اصلا یه همچین چیزی نبوده. بعضی ها میگفتن که بابا این آرزوی بیش نیست و دیدن یه همچین روزی هم محال. الحمدلله اون روزها سپری شد و امروز در خدمت شما هستم.